سلام خدمت خانم ها و آقایان و هر کی از هر جا منو میبینه. من از تلویزیون پیام جوان دارم با شما صحبت میکنم و امروز میخوام راجع به یکی از طنز پردازان اصفهان که مردم اصفهان بهش میگفتن نمکدون با شما صحبت کنم. اون چهره اکبر جمشیدی نام داره که من نزدیک 62-63 سال پیش، یعنی در سال 1330، در دفتر روزنامه چلنگر باش آشنا شدم. بعد به همراه دوست روانشادم خلیل سامانی موج یا مصطفی خلیفه سلطانی در اصفهان او رو دیدم. دیگه بعد از اون ندیدمش، ولی کارهاشو همیشه خوندم و داشتم. امروز راجع به او صحبت میکنیم. مطلبی هم که براتون میخونم، دو سه نفر از دوستان به من کمک کردن تا من بتونم این مطالب رو پیدا کنم. دوست قدیم من آقای دکتر جلیل دوستخواه، آقای بیژن اسدی‌پور، آقای جمشید بهرامی، هوشنگ بهرامی و نازنین نوه روانشاد جمشیدی. آشنایی من با روانشاد اکبر جمشیدی، طنز پرداز مشهور اصفهانی که به نمکدان اصفهان شهرت داشت، به بیش از 60 سال پیش میرسد. در واقع از سال 1330 که با روزنامه چلنگر و شاعران اون نشریه فکاهی سیاسی آشنا شدم، با نام او نیز آشنا شدم. جمشیدی ساکن اصفهان بود و آثار او با امضاهای مختلف در روزنامه چلنگر که به مدیریت روانشاد محمدعلی افراشته، طنز پرداز معروف، انتشار میافت، منتشر میشد. از جمله دوستانی که در روزنامه چلنگر یا به قول افراشته در چلنگرخانه یافتم، یکی خلیل سامانی متخلص به موج بود که نه از خانواده خلیل آذری بت‌شکن بود و نه از ایل و تبار سامانیان که بنیانگذار ایران بعد از هجوم عرب بودند. او فقط برای اینکه تازه از زندان اصفهان بعد از 3 سال آزاد شده بود، نام خود را از مصطفی خلیفه سلطانی به خلیل سامانی تغییر داد تا بتواند در آن فضای آزاد نفسی بکشد، که گفته بودم تا بپوشد رخ خود از جلاد، شهره شد بر خلیل سامانی. ما با هم 30 سالی نفس کشیدیم. او در همان سال 30 یا 31 مرا به اصفهان دعوت کرد و با هم به اصفهان رفتیم. در آن مسافرت من با شعرای اصفهان آشنا شدم و در جلسات ادبیشون شرکت کردیم و شعر خوندیم. ولی از آن مسافرت 2 چهره برایم به یادگار موندند. یکی خاکشیر، شاعر حزال و حجاب، که 1-2 سال بعد فوت کرد. یکی دیگه اکبر جمشیدی بود. خاکشیر مردی بود و اکبر جمشیدی جوانی در سن و سال ما. امیدوارم فرصتی باشد و بتوانم پیرامون زندگی و آثار جعفر موسوی، معروف به خاکشیر طنز پرداز و هزل سرا، نیز مطلبی بنویسم. امروز که این مطلب را می نویسم، بهمن ماه 1392، 30 سال از درگذشت خلیل سامانی به 10 سال از مرگ اکبر جمشیدی می گذرد. سامانی همیشه برای من و ما از اشعار اکبر جمشیدی می خوند. بیشتر از همه شعر آخدای جمشیدی بود که ما را جلب می کرد. ولی او اشعار جمشیدی را که به لهجه اصفهانی ساخته بود برایمون می خوند که خوشمون می آمد، ولی نمی توانستیم آن را حفظ کنیم یا خودمون بخونیم. ولی ابیاتی از آخدا را حفظ داشتم که همه آن را برای شما می نویسم.
در روزنامه چلنگر نیز قانون نانوشته حکومت میکرد که همیشه حق را به گویش ها و لهجه های محلی میداد و افراشته نیز از 4 صفحه روزنامه چلنگر خود 1 صفحه را به اشعار محلی اختصاص داده بود و همان افراشته بود که مرا به ساختن شعرهایی در گویش سمنانی وادار کرد که برای همیشه از او ممنون و متشکرم. به قول ایرج میرزا، دیگر باره مهار از دست در رفت، مرا دیگ سخن جوشید و سر رفت. سخن ما پیرامون دوست دیرین و ارجمند از دست رفتم اکبر جمشیدی بود، مردی که مانند خود من زندگی خود را با کار و تلاش ساخته بود. به قول دکتر کاسمی، این بینوا برادر بیچیز ما بود. شعر جمشیدی بازتابنده زندگی پرتلاش اوست و من در تهیه زندگی نامه و آثارش از دوستانم که عرض کردم، دکتر جلیل دوستخواه، استاد دانشگاه های کالیفرنیا، هوشنگ بهرامی، نازنین نوه روانشاد و بیژن اسدی‌پور مدیر دفتر هنر استفاده کردم. در سایتی که براش تهیه کردن به این صورت معرفی شده: شکرپاره اصفهانی و تنگ نمک و تنگ نمک آنچنانی در خانه قدیمی در اصفهان به دنیا آمد. او نه تنها میراثدار زبان پرکنایه و استعاره اصفهان که اسباب تعالی آن هم بود. زندگی را که آغاز کرد هنوز 5-3 ساله نشده بود که پدر را از دست داد و شاید به خاطر سختی های روزگار بود که رو به طنز آورد، چرا که اون کس که میخندد دلش پردرد است. پدر او مردی بود اهل مطالعه، با سر سوزن ذوقی و خرد استعدادی در ادبیات. او عاشق حافظ بود و مدام دیوان اشعار او در اختیارش بود و به آن عشق می‌ورزید. اکبر جمشیدی به قول خودش که میگفت تا یاد دارم کار کردم، سالها در کارخانه زایندرود کار کرد. گرچه محل کارش در سالن بافندگی بود، اما هرگاه فرصتی میافت به بیسوادان نیز سوادی میاموخت. همین امر باعث شد تا مرحوم جلال برجیس پس از بنیان نهادن مدرسه فروغ در اصفهان او را به عنوان معلم دعوت به همکاری کند. به این شد که استاد اکبر جمشیدی مدت 25 سال به امر آموزش در مدرسه فروغ و بهشت کودک مشغول بود. او عاشق مطالعه بود و هماره دیگران را امر به مطالعه می کرد. او می دانست که خواندن یعنی شریک تجارب و دانش دیگران شدن. جمشیدی همیشه و همواره دوران کارگری خود را به یاد داشت و درباره رنج و زحمت کارگران می سرود. پرسند به محشر اگر از حاصل عمر، گویم همه این بود مرا گر ثمری بود. هر روز و شبی از پی نان رنج کشیدم، رنج از من بیچاره و گنج از دیگری بود. او همیشه به همه حال برای همه روزگاری خوش به جهانی پر از عدالت را آرزو داشت و در شعرهایش در پی تجلی چنین جهانی بود. خلق عالم را ز هر کیش و نژاد، مهربان و شاد می‌خواهد دلم. دودمان مردم بدکیش را تا ابد برباد می‌خواهد دلم. نوجوانان را به راه زندگی سرخوش از ارشاد می‌خواهد دلم. این جهان غرق در بیداد را پر ز عدل و داد می‌خواهد دلم.
سهارا بیابان است، ولی سهارای ما بزرگترین و مجهزترین فروشگاه در شمال کالیفرنیا است که با ارائه بهترین گوشت تازه 100% حلال، نان تازه روزانه همراه با هزاران محصولات غذایی منحصر به فرد در زیر یک سقف جهت ارائه به هموطنان گرامی گرد آمده است. رستوران سهارا با عرضه بهترین و لذیذترین غذاها و کبابهای ایرانی با سرویس سفارش تلفنی میزبان شما و عزیزانتان در شهر دابلین بیریا خواهد بود. تلفن تماس اریا کد 925 999 8242. او همیشه خواستار این بود که همه به حق خود قانع باشند و به دسترنج دیگران دست درازی نکنند. خوش آن زمان که دیگر دسترنج محرومان به هر بهانه نگردد ز هر طرف تاراج. جمشیدی به خوبی میدانست که بهترین راه مبارزه برای سختی ها به مشکلات خندیدن است. به بهترین هدیه به مردمان غمزده شاخه شاخه لبخند. دلم خواهد از گفته خیشتن کنم غرق شادی دل مرد و زن، که هر کس به هر جای شعرم شنید بگوید بود پیک عشق و امید. استاد سید محمدعلی جمالزاده که خود اصفهانی بود و از داستان نویسان بزرگ ایران زمین، درباره مرحوم جمشیدی چنین نگاشته است: در مجموعه اشعار اکبر جمشیدی، یعنی برهن خوشحال عنوان کتابش بود، به لبخند که عز وصول بخشید رایحه لطف و عطر اصفهان را داشت، به مایه نهایت مسرت خاطر من اصفهانی دور افتاده گردید. اکنون پس از 2 روز و شب این 2 کتاب را مطالعه کردم. کتاب جمشیدی عطر اصفهان را برایم آورد، به لحجه با جان برابر اصفهانیان را به گوشم رساند، بوی عطر زندرود را برایم زنده کرد، تا همچنان که زیر آسمان گرفته و سرد ژنو نشستم خود را در ساحل زایندرود بیابم. جمشیدی عهد کرده بود بخندد و بخنداند تا غم و غصه از جهان رخت برمندد. جهان در صورتی ارزنده باشد که دل مسرور و لب پرخنده باشد. تنها وصیت و سفارشه آقای اکبر جمشیدی به همه فقط خندیدن بود و غم و غصه را رها کردن. بین 2 لب خنده چو گردد عیان، غصه و غم را ببرد از میان. فایده خنده بود بیشمار، چون من آزاده در این روزگار، ترک غم و غصه و آینده کن، خنده کن و خنده کن و خنده کن. دل به دنیا نبستن و آزادوار زیستن از دیگر ویژگی های مرحوم جمشیدی بود. دور شو از مردم دنیا پرست، دامن آزادگان آور به دست. کار دنیا زرق و برقی بیش نیست، در پی آن مرد دوراندیش نیست. جان و دل را از هوس ها دور کن، با قناعت ملک جان معمور کن. او بر این باور بود که نباید به کار دیگران دخالت کرد و از نگاه او این کار خلاف ادب بود و آداب. اعجاز بود گر که در این عصر ببینم اون را که به کار دیگری کار ندارد. رضایت به اون چه خداوند به او عطا نموده و سرسپردن به آستانه حضرت حق، به تسلیم امر او بودن، از دیگر صفات شاعر آزاده ما مرحوم جمشیدی بود. شاعر وارسته و آزادم، اندر این ره امتحانها دادم، راه تسلیم و رضا بگزیدم، خیر خود را اندر این ره دیدم. او با همه با روی گشاده به خنده بر لب برخورد می نمود.
به چنانچه با کسی شوخی می کرد احترام او را نگاه می داشت و هم مناسب گویی های مناسبی داشت. خانه مقبول می خواهد دلم، همسری شنگول می خواهد دلم، کم شود پیدا ولی مادر زنی ساکت و معقول می خواهد دلم. هر کسی نوعی پسندد طفل خیش، من زاغول ماغول می خواهد دلم. جمشیدی کلام را برای خاطر خوشی مردم می خواست. او می دانست شاد کردن دل مردم به بندگان خدا چه کار سترگ و عظیمی است. نیت کرده بود که جز برای این کار شعر نسراید. دلم خواهد از گفته خیشتن کنم غرق شادی دل مرد و زن، که هر کس به هر جای شعرم شنید بگوید بود پیک عشق و امید. اکبر جمشیدی که همیشه در پی کار و تلاش بود، هم خود از تنبلی گریزان بود و هم دیگران را از این کار نهی می کرد و بر این باور بود که جز با کار و تلاش نمی توان به سربلندی و عزت دست یافت. ای تنبل از چه گوشه عزلت گرفته ای؟ بر گرد خیش تار مذلت گرفته ای؟ برخیز و کار پیشه کن و سرفراز باش، تا چند سرفکنده به کنجی لمیده ای؟ از زنده یاد جمشیدی تنازی های البته به خامه تحریر در آمده بر جای مونده است که نام آن کتاب ها به قرار زیر است: برهنه خوشحال در سال 1343، لبخند 1347 و شلوغ پلوغ 1373. استاد جمشیدی که در سال 1301 به دنیا آمده بود 81 سال عمر کرد و در 12 اردیبهشت ماه 1382 درگذشت و در قطعه نام‌آوران آرامستان باغ رضوان اصفهان به خاک خفت. همینطوری که عرض کردم، روانشاد جمشیدی شعر اصفهانی هم می ساخت، ولی برای ما خوندنش با لهجه مشکله. میگه: گفتم ای دکتر چرا رنگ رخم مهتابی است؟ گفت از رنج فراوان است و از بیخوابی است. گفتم ای دکتر دوای درد مخلص چیست؟ گفت آب مرغ و ران غاز و سینه مرغابی است. گفتم ای دکتر کجا اینها میسر می شود از برای اون که قوتش شلغم و سیرابی است. این زندگی نامه دوست دیرینم اکبر جمشیدی بود که زیر نظر خانواده به دوستانش نوشته و در فضای مجازی وبسایت ها ثبت شده بود. اشعاری را که از او در همین سایت ها ثبت شده به تدریج به نظرتون می رسانم. دوست دارم اولین شعری از او که براتون میخونم همون شعر آخدا باشد که من با همین شعر او را در 60 سال قبل شناختم. بیت معروفی که روی کتابش هست اینه: زیر این گنبد پلپل نمکی چه کنم گر که نخندم علکی. و اما شعر آخدا که معروف در این شعرشه: ای خدایی که جهان مال تو است، همچنانی به پر شال تو است. خالق آدم و جن و ملکی، کهن معمار بنای فلکی.
این جهان یک سره در دست تو است، همه جا خانه در وست تو است، صاحب شوکت و جاهی آخدا، هر کسی را تو پناهی آخدا. آخدا ای که توی بنده نواز، با تو خواهم که کنم راز و نیاز. ای که خلاق مه و خورشیدی، بشنو درد دل جمشیدی. با تو اسرار نهانی دارم، گفتگوی خودمانی دارم. منم آن بنده زحمتکش تو، بنده ساده دل بیغش تو. من سرگشته پی امر معاش، کردم بس که شب و روز تلاش. تنم از رنج و الم خسته شده، در شادی به رخم بسته شده. شدم لاغر و باریک چو دوک، صورتم گشته پر از چین و چروک. از تنم تاب و توان دور شده، چشم من خسته و رنجور شده. آنچنان کم شده نور بصرم، که از دو متری نشناسم پسرم. آخدا رفت جوانیم زده است، پشتم از مهنت ایام شکست. بنگر از رنج و مهن پیر شدم، در جوانی ز جهان سیر شدم. این شنیدم که کسی رنج برد، آخر رنج بری گنج برد. من بسی رنج کشیدم آخدا، اثر از گنج ندیدم آخدا. هیچ از خیش نبردم ثمری، رنج بود از من و گنج از دیگری. این جهانی که نکو ساخته ای، سیغلی کرده و پرداخته ای، با همه بسعت و زیبایی آن، با همه لطف و دلارایی آن، گرچه خوشنقش و بلند ایوان است، بهر من تنگتر از زندان است. چون که یک متر زمین زین همه خاک، تو ندادی به من ایزد پاک. روز شب در بدر و حیرانم، خانه بر دوشم و سرگردانم. نه منم غرق به دریای مهن، اکثر خلق جهانم چو من. عده‌ای راحت و مست از می ناب، دسته‌ای در تعب و رنج و عذاب. آخدا هرچه که بود از زر و سیم، بین یک عده نمودی تقسیم. اون چه بر ما تو ز احسان دادی، رنج و غم بی کش و پیمون دادی. آخدا از سخن بنده خیش، بنده مفلس و شرمنده خیش، نکند در هم و دلگیر شوی، از بشرسازی خود سیر شوی. زادمی زاده جهان پاک کنی، عالمی را تو پی خاک کنی. تا نرنجی آخدا از سخنم، مشت محکم نزنی بر دهنم. بهتر این است ببندم لب خیش، پیش از این کش ندهم مطلب خیش. این شعر آخداش بود. من لیدا کوچستانی در رابطه با امور مهاجرت، سیتیزنشیپ، گرین کارت و امور مربوط به سوشال سکیوریتی با توجه به شرایط و موقعیت سنیتان شما را با دقت و پشتکار یاری می کنم. شماره تلفن 408-269-722-823. برای اطلاعات بیشتر با من تماس حاصل فرمایید. یکی دو تا شعر دیگه ازش می خونم برات. یار مردم محروم. من شاعر شکفت دل اصفهانیم، دلبسته محبت و عشق و جوانیم. هرگز غمی به خانه دل ره نمی دهم، اهل نشاط و خرمی و شادمانیم. عزمی مرا چو کوه بود سخت و استوار، منگر به رنگ تیره و قد کمانیم.
رنجید خاطری نتوان یابی از برم، دور از سموم بددلی و بدزبانیم. پیوسته یار مردم محروم عالمم، بر این مدار می گذرد زندگانیم. بگذار صاحبان زر و زور و بددلان خندند بر صداقت و بر مهربانیم. دانم که خلق یاد به نیکی ز من کنند، روزی که روزگار کند بایگانیم. بایگانی کردن شاعرم به معنی درگذشتشه. یک شعر دیگه داره: گفتم و گفتم، گفتمش از دیدن رویت دلم وا می شود. گفت هر کس در چنین احوال پیدا می شود. گفتمش از سنگ هجرت کاسه صبرم شکست. گفت با چسب وفا این کاسه کلوا می شود. گفتمش گاهی چرا از دیده پنهان می شوی؟ گفت مه گاهی نهان گاهی هویدا می شود. گفتمش رسوای خلقی گشتم از عشق تو. گفت آری هر که عاشق یش رسوا می شود. گفتم از لعل هوسخیز تو خواهم بوسه ای. گفت گر بخشم مکرر این تمنا می شود. گفت گر بخشم مکرر این تقاضا می شود. اینم یه چند بیتی از یه غزل دیگه. خوش آن زمان که مرا یار مهربان بودی، توان و طاقت و آرام جسم و جان بودی. خوش آن زمان که به بستان زندگانی من زلوت بر سر میسرب سایبان بودی. تو رفتی و ز سرم رفت شور و شوق شباب، مرا تو عشق جوانی و آرمان بودی. یه شعر اصفهانی ازش هست ولی میترسم نتونم بخونم. من نمیبخشین چون مشکله. من خراسانی رو بلدم بخونم ولی اصفهانی مشکله. مثلا میگه فلون کسک که خونش پشت سبز میدونه است، با اینکه قارون شهرت لبش آونگون است. کسی میون لباش خنده تا حالا ندیده است، کلافی سر به گم است، لیورش آویزون است. اگرچه دم میزنه دایم از مسلمونی، خودش خبر داره از خود که نامسلمون است. همش میده با تکبر به این و اون فرمون، به خاطرش همه مورند و او سلیمون است. نه هی تو سرما و گرما به دنبال پول است، لباش چو پوسه انارش لپاش بادمجون است. همش به فکر بچاپ و بچاپ خلق خداست، نه فکر زن، نه بچه، نه ننه، نه ننجون است. حسابی من ندارم از چیزاش، فقط میدونم زمیناش از سر پل تا منار جنبون است. با ثروتی که دارد میخورد نون خالی، تو به خیالت که خوراکش پلو و فسنجون است. خدا خدا میکنم روبرو نشم با اون، کسی که باش بشیند تا ابد پشیمون است. زنش که دختر میرزا جوادی از ساره است، میگد که این که آدم نیست، یه پارچه حیوان است. میبخشین اگه نتونستم درست بخونم. در هر صورت این گوشه های یاد زندگی دوست دیرین من اکبر جمشیدی، طنز پرداز اصفهان، یا به قول اصفهانیا نمکتون اصفهان بود. قربان شما، تا جلسه دیگه.
تبلیغات شما با بخش بازرگانی پیام جوان رساتر از همیشه، فراتر از مرزها، همراه با آخرین تکنولوژی روز در مجله، اینترنت، تلویزیون و تلفن همراه برای همگان قابل دسترسی است. با ما باشید تا همیشه جوان باشید.